شاید برای شما هم پیش اومده باشه که نیاز داشته باشید یک فیلم کوتاه آموزشی، گزارشی، علمی یا خبری بسازید. و یا شاید تدوین و ویرایش فیلم ها یا کلیپ های صنعتی، شرکتی یا حتی خانوادگی و شخصی مد نظر شما باشه. از طرف دیگه در دنیای کسب و کارهای امروز ویدئو مارکتینگ جایگاه خاص و ویژه‌ای داره و اغلب کاربرا ترجیح میدن به جای مطالعه متون طولانی و خسته کننده کلیپ یا ویدئوی کوتاهی که اطلاعات جامعی رو در اختیارشون قرار میده تماشا کنند. فهرست مطالبی که در این مقدمه به اونها خواهیم پرداخت از این قراره. چرا ویدئو؟ در ویدئو تلفیقی از صدا، تصویر، متن و حرکت وجود داره که اعتبار بسیار بیشتری رو در نظر و ذهن مخاطب ایجاد میکنه. و به واسطه وجود همین پارامترها سرعت انتقال پیام حدوداً 60 هزار برابر یک متن ساده است. بنابراین با استفاده از ویدئوها میتونیم در مدت زمان کوتاهتری مطالب بیشتری رو به مخاطبمون انتقال بدیم. البته همین عناصر یعنی صدا، تصویر، متن و حرکت باعث ایجاد جذابیت و شیوایی بیشتر میشه و همچنین جزئیات قابل بیان از طریق ویدئوها تقریبا از تمامی اشکال بیان محتوا قویتر و بیشتره. از طرفی ویدئوها فراگیرن یعنی میتونیم اونها رو در شبکه های اجتماعی و اینترنت به راحتی به اشتراک بگذاریم و از قابلیت نشر خودکار و تبلیغ رایگان بهره ببریم. امروزه با توسعه اسمارت ها و اینترنت به اشتراک گذاری یک ویدئوی جذاب از طریق شبکه اجتماعی برای تقریبا تمام کاربران به یکی از کارهای روزمره تبدیل شده بنابراین ویدئوی کوتاه جذاب و پرمحتوا به سرعت در شبکه اجتماعی منتشر و به تبلیغ رایگان برای ما تبدیل میشه و این بستر فرصت خوبی برای گسترش و تجارت ما خواهد بود ویدئوها در بهبود سئو سایت نیز تاثیر به سزایی دارند با توجه به چندین قابلیتی که در این خصوص برای ما ایجاد میکنند میتونند در بالا بردن رتبه سایت بسیار تاثیرگذار باشند در خلال این آموزش با برخی اصطلاحات و مفاهیم مهم آشنا خواهیم شد استوری بورد یا فیلم نامه مصور ترکیب بندی یا کامپوزیشن سناریو دقت تفکیک DPI و PPI استاندارد های پخش تصاویر ویدئویی، استاندارد رنگ ها، استاندارد های فایل های ویدئویی، استاندارد های نسبت ابعاد تصاویر یا اسپکت ratio، همچنین مفهوم کیفیت و عمق رنگ و قانون یک سوم. همچنین در این مجموعه سعی شده به سوال هایی که دغدغه دق بیشتر عزیزان بوده پاسخ داده بشه. مثلا چطور ویدئویی بسازم تا بر روی تمام دستگاه ها قابل پخش باشه؟ با کیفیت باشه، کم حجم باشه و در شبکه های اجتماعی قابل انتشار باشه. مناسب ترین ابزار ساخت انواع ویدئو برای من چیه؟ آیا رزولوشن یا دقت تفکیک بالاتر لزوما به معنای کیفیت بالاتره؟ همینطوری که میدونید نرم زیادی در زمینه ویرایش و تدوین تصاویر ویدئویی وجود داره. و بسیاری از اونها نیاز به سخت افزار قدرتمند دارند و توسط سیستم های معمولی قابل استفاده نیستند. کار کردن با اونها نیز به تجربه و تمرین فراوانی نیاز داره. نرم افزار کمتازی استودیو با حداقل منابع سخت افزاری کار میکنه به راحتی و آسونی قابل یادگیری و استفاده است و علاوه بر این امکانات بی نظیری رو در کنار هم جمع کرده تا بتونه به عنوان یک نرم افزار کارآمد و قدرتمند در این زمینه عمل کنه. امکاناتی نظیر ضبط صفحه نمایش، ضبط صدا و تصویر از وبکم و میکروفون، قابلیت کار با کلیه فایل های صوتی و تصویری، ساخت ویدئوهای تعاملی، یادداشتگذاری و افکت های صوتی و تصویری، ایجاد انیمیشن های تصویری، امکان مالتی ترک تایملاین و حتی استفاده از تکنیک پرده سبز نیز در این نرم افزار دیده شده. این نرم افزار در نهایت سادگی بسیار هم قدرتمند بوده و تمامی نیازهای ما رو برای تهیه و ویرایش انواع ویدیوهای آموزشی، تبلیغاتی، علمی، سخنرانی و سرگرمی برطرف میکنه و امکانات بسیار متنوع و کارآمدی در سه زمینه ضبط حرفه‌ای، ویرایش حرفه‌ای و انتشار حرفه‌ای در اختیار ما میگذاره و همچنین برای تولید محتوای ویدئویی قابل جستجو آزمون ویدئویی، زیرنویس و صداگذاری بدون درگیر شدن با پیچیدگی های ابزارهایی مثل ادیوس یا پریمیر لذت فیلمسازی رو به شما هدیه میکنه به نام خدا سلام من مصطفی مسافرین هستم مدرس دوره آموزشی در کمتازی کمتازیا این مجموعه به منظور انتشار از طریق فرادرس ضبط و آماده سازی شده وقتی که برنامه کمتازیا رو اجرا میکنیم به صورت پیشفرز برنامه ویرایشگر اون باز میشه البته بعد از نصب پکیج کمتازیا، ها برنامه های ضبط صفحه نمایش و ویرایشگر به صورت مجزا نصب میشن و هر کدوم به صورت جداگانه قابل دسترسی و اجرا هستند در این بخش به مقدمات ضبط صفحه نمایش همراه با توضیحات صوتی خواهیم پرداخت در گوشه بالا سمت چپ صفحه نمایش کلیدی به نام رکورد اسکرین وجود داره. با کلیک روی اون پنجره مربوط به ادیتور مینیمایز شده و برنامه کمتزی رکوردر باز خواهد شد. در این پنجره به صورت پیش فرض گزینه فول اسکرین انتخاب شده که با دقت به اطراف صفحه نمایش کادر نقطه چین سبز رنگی دیده میشه و معرف محدوده ای که توسط ریکوردر مورد ضبط قرار خواهد گرفت. توسط گزینه کاستوم این امکان وجود داره که به صورت انتخابی محدوده خاصی از صفحه نمایش جهت ضبط انتخاب بشه. اما در این مثال از گزینه فول اسکرین استفاده میکنیم. در بخش رکورد اد امکان انتخاب ضبط از طریق وبکم یا میکروفون رو خواهیم داشت. که در این بخش از آموزش فقط به توضیح امکانات مربوط به دیوایس های صوتی اکتفا میکنیم. ضبط صدا هم به صورت پیشفرز فعاله که تیک سبز رنگ کنار آیکون میکروفون نشونگر این موضوعه و میتونیم به سادگی با کلیک بر روی اون اونو غیر فعال یا فعال کنیم. در صورتی که دیوایس های ورودی صدا بیش از یکی باشه با استفاده از زیر منوی کناری آیکون مربوطه دیوایس ورودی نظر رو انتخاب میکنیم. گزینه دیگه ای که در این منو قابل مشاهده است و به صورت پیش هم فعال رکورد سیستم آدیو بوده که با فعال بودن این گزینه تمامی صداهای پخش شده از طریق بلنگوی سیستم نیز به صورت ترک جداگانه ای ضبط شده و در تایملاین به صورت مجزا در اختیار شما قرار خواهد گرفت در صورتی که نیازی به صداهای سیستم نداشته باشید میتونید این گزینه رو غیر فعال کنید که من هم اون رو در این مثال غیر فعال میکنم حالا بریم سراغ تست صدا. در این حالت وقتی از طریق میکروفون مد نظر شروع به صحبت می کنیم، میزان سطح صدا در اسلایدر مخصوص میکروفون قابل مشاهده است. با تنظیم اسلایدر در سطح مطلوب به شکلی که سطح صدا کمی بیشتر از میانه اسلایدر قرار بگیره، همه تنظیمات و امکانات برای شروع ضبط انجام شده و مهیاست. در مرحله نهایی برنامه هایی که قصد ضبط عمل کرد و یا آموزش اونها رو داریم باز میکنیم و با کلیک روی کلید رکورد و یا زدن کلید F9 پنجره ای حاوی یک شمارنده معکوس از 3 به یک نمایش داده میشه و پس از نمایش عدد یک تمامی اتفاقاتی که بر روی صفحه نمایش رخ میده و هر صدایی که از طریق میکروفون قابل شنیدن باشه ضبط میشه برای پایان دادن به عملیات ضبط میتونید از طریق تاسک بار اون رو متوقف کنید ولی بهتره که از کلید F10 برای این منظور استفاده بشه بعد از توقف ضبط پنجره جهت نمایش و مرور موارد ضبط شده به صورت خودکار باز میشه و اقدام به پخش موارد ضبط شده میکنه در این پنجره قبل از ذخیره کردن شما میتونید همه مطالب ضبط شده رو مرور کنید با کلیک روی این کلید صفحه نمایش به اندازه کامل تغییر شکل خواهد داد و با کلیک مجدد روی اون به اندازه قبلی بر بعد از مرور مطالب ضبط شده روی کلید سی و ندید کلیک کنید. این اولین قدم در مدیریت پروژه های کمتازی است. بنابراین دقت کافی به این بخش داشته باشید. به منظور جلوگیری از مشکلات آتی در خصوص انتقال پروژه ها و فایل ها ویرایش و بازیابی مجدد اونها حتما تمامی فایل های مربوط به یک پروژه شامل فایل های ضبط شده تصاویر، صداها، موسیقیها و غیره بایستی در یک محل و فولدر مجزایی وجود داشته باشند. یعنی به اعضای هر پروژه یک فولدر جدید. بنابراین برای این پروژه یک فولدر جدید با نام دلخواه ایجاد می و تمامی فایل های مربوط به پروژه شامل فایل های تصویری، صوتی و ویدیویی که بناس به پروژه اضافه کنم رو در این فولدر قرار میدم. یک نام هم برای مطالب ضبط شده اخیر انتخاب میکنم و کلید سیو رو می‌زنم. فایل مورد نظر ذخیره شده و در قالب یک پروژه جدید توسط کمتازی استودیو باز خواهد شد که میتونیم به اون فایل رو اضافه یا اونها رو ویرایش کنیم. همینطوری که دیده میشه فایل ضبط شده به کلیپ بین و تایملاین هم اضافه شده قبل از اینکه پروژهمون رو ذخیره کنیم به فولدر قرارگیری فایل های پروژه برمیگردیم ما اینجا تصاویر صداها فایل های ویدئویی و همچنین فایل ضبط شده رو خواهیم داشت فایل های ضبط شده با پسوند تیرک یک فرمت خام ضبط صفحه نمایش هستند و قابل ذکر که این فایل ها اصطلاحاً کراس پلتفرم بوده و بدون نیاز به تغییر قابل استفاده برای روی سیستم عامل های مک و ویندوز خواهد بود. در صورتی که از نسخه های 8 و 3 یا قدیمی تر کمتازی استفاده کرده باشید، فایل هایی با پسوند کمرک تولید می شده که فقط روی سیستم عامل ویندوز قابل استفاده بودند. خب، آخرین کاری که برای ذخیره پروژه بایستی انجام بدیم، ذخیره خود پروژه است. یا از کلیدهای کنترل اس استفاده می کنیم و یا از منوی فایل گزینه مربوطه رو انتخاب می کنیم. نام دلخواهی رو برای پروژه در نظر میگیریم و در همون محل قبلی اون رو ذخیره میکنیم وقتی اولین پروژه رو ذخیره میکنیم کمتازیا به ما یادآوری میکنه که برای اینکه ویدئوی قابل انتشاری داشته باشیم بایستی از طریق منوی پرودیوس شیر این کار رو انجام بدیم تیک مربوطه رو میزنیم و روی کلید اوکی کلیک میکنیم دوباره به فولدر پروژه برمیگردیم. در اینجا مدیا فایل‌ها، فایل ضبط فایل و نهایتاً فایل پروژه رو خواهیم داشت. این همون فایلیه که اطلاعات پروژه در اون ذخیره شده و در صورت نیاز به ویرایش پروژه بایستی از اون استفاده کنیم. تا اینجا ای کار تمامی مطالب مربوط به مدیریت فایل‌ها و پروژه ها رو در کمتازیا یاد گرفتیم و آماده شدیم برای یادگیری ویرایش پروژه ها در کمتازیا استودیو. در این بخش از آموزش قصد داریم به توضیح بخش های مختلف ادیتور بپردازیم. همینطوری که مشاهده می کنید سه بخش اصلی داریم. کلیپ بین، کنویس و تایم لاین. با کلیپ بین شروع می کنیم. در پایین این بخش تعدادی تب قابل مشاهده است که به صورت پیش‌فرض تب کلیپ بین انتخاب شده است. تب کلیپ بین کلیه فایل های صوتی، ویدئویی و تصاویر مربوط به پروژه جاری رو در خودش نگه می‌دارد. و همچنین میتونیم برای اضافه کردن هر گونه مدیای جدید با کلیک روی کلید ایمپورت مدیا فایل مد نظر رو به کلیپ بین اضافه کنیم. به طور خلاصه هر چیزی که داخل تایملاین قرار بگیره به شرط رعایت تقدم ترک ها و همپوشانی آنها در ویدئوی نهایی قابل مشاهده خواهد بود در تب بعدی که کتابخونه نام داره تعدادی کلیپ نمونه تکه های ویدئویی انیمیشن ها اشکال مختلف یادداشت ها موسیقی و دیگر مدیاهایی که میتونیم از اونها در پروژه های خودمون ازشون استفاده کنیم وجود داره علاوه بر این میتونیم مدیه های خودمون رو هم به این بخش اضافه کنیم تا همیشه در دسترس باشن و نیاز نباشه اونها رو برای پروژه ها به کلیپ بین اضافه کنیم. تب های دیگه به ابزارهای جهت ویرایش یا اضافه کردن افکت های تصویری تعلق داره و همینطور برای مشاهده امکانات بیشتر میتونیم روی کلید مور کلیک کنیم. به منظور ضبط ویدیوهای جدید از کلید رکورد سکرین و بعد از اتمام ویرایش از کلید پرودیوس ان شیر به منظور تولید انواع فایل با فرمت های قابل اشتراک گذاری استفاده خواهیم کرد البته تمامی این امکانات دقیقا مانند دیگر برنامه های کاربردی از طریق منوی اصلی نیز قابل دستیابی خواهد بود یکی دیگه از بخش مهمی که بایستی راجع بهش صحبت بشه پنجره پیشنمایشه که در طول ویرایش پروژه باید ثانیه به ثانیه به این بخش دقت کنیم. در این قسمت کنترل کاملی روی ویدئوی در حال پخش خواهیم داشت. به عنوان مثال در این پروژه ویدئو کل صفحه رو در بر گرفته. در صورتی که روی صفحه کلیک کنید و کلید ماوس رو پایین نگه دارید، تعدادی خطوط زرد رنگ راهنما قابل مشاهده خواهد بود و شما میتونید ویدئوی خودتون رو با درگ کردن به هر محلی که مایل باشید ببرید. این خطوط راهنمای زرد رنگ به شما کمک میکنه که کادر و کناره های صفحه خروجی رو به راحتی بتونید پیدا کنید و به شکل دلخواه طوری تنظیم کنید که تمام صفحه رو پر کنه و فاصله ای با اطراف صفحه پیدا نکنه. البته اگر تمایل به تغییر اندازه اون هم داشته باشید میتونید با درک کردن دستگیره های کناری و گوشه های این بخش این کار رو انجام بدید. همچنین باید بگم که امکان چرخوندن ویدیو رو هم با کمک دستگیره های مخصوص این کار خواهید داشت البته در قسمت های آتی به توضیح جزئیات بیشتر این بخش خواهیم پرداخت امکان دیگه ای که اینجا وجود داره وجود کلیدهای کنترلی پخش ویدیو به همراه موقعیت زمانی اونه همینطور با کمک اسلایدر میتونیم به سرعت کل پروژه رو مرور کنیم با استفاده از این زیرمنو میشه میزان بزرگنمایی سفر رو تنظیم کرد که بهترین حالت معمولا شیرینگ تو که به صورت پیش ورز نیز انتخاب شده است نکته مهم تغییر میزان بزرگنمایی از این طریق هیچ تأثیری در ابعاد ویدئوی شما نخواهد داشت این فقط تعیین میکنه که ویدئوی شما در صفحه پیش نمایش چطور دیده میشه و صرفا ابزاریه برای کمک به عملیات ویرایش اگر بخواید ابعاد ویدئو تغییر کنه بایستی روی این بخش کلیک کنید همینطور که میبینید برنامه به صورت پیش فرض حد اکثر اندازه رو روی استاندارد 720p در نظر گرفته. این یکی از استانداردهاییه که با اکثر نمایشگرها تطبیق داره و به شکل مطلوبی روی نمایشگرهای بزرگ، لپتاپ ها، تبلت ها و حتی اسمارت فون ها قابل پخشه. البته به این مفهوم نیست که همیشه از این استاندارد بایستی برای تولید ویدیوهامون استفاده کنیم. در قسمت های آتی به صورت مفصل راجب استاندارد ها و ابعاد تصاویر ویدئویی ای و اینکه بهترین ابعاد کدومه صحبت خواهیم کرد و اما تلایی ترین بخش یعنی تایم لاین آخرین بخشی که در این قسمت باید راجبش صحبت بکنیم تایم لاینه اینجا همون جاییه که ویدئوها رو میسازیم و ویرایش میکنیم اینجا به تعداد نامحدود ترک های موازی برای ساخت ویدئو در اختیار داریم که میتونیم روی هر کدوم از اونها در هر موقعیتی صدا، تصویر و هر گونه کلیپی که دوست داشته باشید رو قرار بدید. برای اضافه کردن ترک روی کلید به علاوه کلیک کنید و همینطور برای تغییر نام، حذف و دسترسی به دیگر امکانات بایستی روی هر ترک رایت کلیک بکنید. همچنین میتونید ارتفاع ترک ها رو به این شکل تغییر بدید. تغییر ارتفاع همه ترک ها هم از طریق اسلایدری که در پایین این بخش قرار گرفته امکان پذیره. به دستگیری پلی هد و دو نوار سبز و قرمز رنگ که به اون چسبیدن دقت کنید. با کمک این ابزار میتونید به راحتی بخش های مد نظر رو روی تایملاین انتخاب بکنید، اونها را حذف کنید، کپی کنید و دیگر عملیات مد نظر رو روی بخش انتخاب شده اجرا کنید. سریعترین راه برای خروج از حالت انتخاب دابل کلیک روی دستگیره پلی هده. نوار ابزار تایملاین نیز شامل اسلایدر بزرگ نمایی برای کمک به ویرایش آسانتر دقت بالاتر در انتخاب و حذف همچنین این نوار شامل کلیت های کات، اسپیلت، کپی و پیست انواع مدیا روی تایملاین نیز هست. البته امکانات بسیار بیشتر و جذابتری در تایملاین وجود داره که مایلم راجع بهشون صحبت کنم. اما فعلا همین اندازه برای شروع کار با این ابزار کافیه و به مرور با همه امکانات و قابلیت های جذاب اون آشنا میشیم. در این بخش میخوایم با فکوس هوشمند یا اسمارت فاکس آشنا بشیم. وقتی که به صورت فول اسکرین یا از نمایشگرهایی با ابعاد بزرگ ضبط کنیم یا به طور کلی ابعاد ویدئوی ما بسیار بزرگ باشه و قصد نمایش اون رو در نمایشگرهای کوچکتر مثل موبایل یا وبسایت داشته باشیم در بعضی موارد جزئیات یا به سختی قابل مشاهدن و یا اصلا قابل مشاهده نخواهند بود. بنابراین فوکوس هوشمند قابلیتی که میتونه به کمک ما بیاد و به صورت خودکار تشخیص بده که روی کدام بخش از ویدیوی ما بایستی عملیات زوم صورت بگیره که همه چیز به صورت واضح روی نمایشگر قابل مشاهده باشه تمامی این کارها به صورت خودکار و با پردازش موقعیت پوینتر ماوس، پنجره فعال در ویندوز و چیزی که تایپ میکنید انجام میگیره. فوکوس هوشمند از این اطلاعات برای اضافه کردن زوم انیمیشن ها به تایملاین شما در ادیتور استفاده میکنه. نکته مهمی که بایستی اون رو مد نظر داشته باشیم اینه که قابلیت فکوس هوشمند فقط بر روی فایل های کمرک و یا تیرک قابل پیاده سازیه. و روی هیچ کدوم از فرمت های دیگه نظیر AVI یا MPEG-4 کار نمیکنه. اما شما میتونید این کار رو از طریق قابلیت زوم پن به صورت دستی روی انواع دیگه ویدیو ایجاد کنید. حالا ببینیم فکوس هوشمند یا سمارت فوکس چگونه کار میکنه. چطور میشه به راحتی اون رو ویرایش کرد و همینطور زوم انیمیشن های جدید اضافه کرد. چندین راه برای اضافه کردن فکوس هوشمند به فایل ضبط شده داریم. به پایین تب زومان پن میریم، گزینه‌های مربوط به اسمارت فوکس قابل مشاهده است. در صورتی که این گزینه را تیک بزنید، هنگام اضافه شدن فایل‌های ضبط شده به تایملاین، قابلیت فوکوس هوشمند نیز به اونها اضافه می‌شود. در صورتی که روی این گزینه کلیک بکنید، این امکان فقط به کلیپ‌های انتخاب شده بر روی تایملاین اضافه می‌شود. و در صورتی که روی گزینه سوم کلیک بکنید قابلیت اسمارت فکس به تمامی کلیپ هایی که در حال حاضر روی تایملاین قرار گرفتن اضافه خواهد شد در صورتی که تمایل داشته باشید همواره تمامی کلیپ ها از این قابلیت استفاده کنند از منوی تولز گزینه آپشن رو انتخاب می و گزینه مربوطه رو تیک می نقاط آبی رنگی که مربوط به انیمیشن های تصویری نیز روی تایملاین و روی کلیپ متن نظر قابل مشاهده است. این جانمایی های خودکار بر اساس اطلاعاتی که در زمان ضبط جمع شدن انجام میشه شما میتونید با جابجایی به جای پلی هد به نقطه قبل از انیمیشن ها و پلی کردن ویدئو ببینید که این انیمیشن ها چطور عمل میکنن همینطوری که می‌بینید، در حال حاضر فوکوس و زوم خودکار بر روی ماشین حساب انجام شده برای تنظیم زمان وقوع این انیمیشن‌ها، روی تایملاین میتونید به سادگی با کلیک روی انیمیشن‌ها و درک کردن اونها در طول تایملاین زمان وقوع انیمیشن رو به دلخواه تنظیم کنید همچنین اونها به سادگی قابل ویرایش هستند با دابل کلیک بر روی هر کدوم از اونها تب مربوط به ویژوال پروپرتیز باز میشه در این قسمت تنظیمات تصویری زیادی برای ایجاد تغییرات و تنظیمات تصاویر در دسترس خواهد. به عنوان مثال با تغییر اسلایدر اسکیل میتونیم بزرگ نمایی تصویر رو تنظیم کنیم. البته بایستی به این نکته توجه داشته باشیم در صورتی که تصویر مد نظر بیش از حد بزرگ یا کوچک بشه به کیفیت و وضوح اون صدمه میخوره و به طور معمول بهترین اندازه حدود 100 صد همینطور میتونیم با استفاده از اسلایدر اوپاسیتی میزان شفافیت تصویر رو به میزان دلخواه تنظیم کنیم. یکی دیگه از راه هایی که میتونیم میزان بزرگ نمایی رو تنظیم کنیم از طریق پنجره پیشنمایشه به این ترتیب که از طریق منوی مربوطه میزان بزرگ نمایی رو کمتر می کنیم تا زمانی که کل ابعاد تصویر قابل رویت باشه البته این کار رو با اسکرول چرخ ماوس نیز میتونیم انجام بدیم سپس با کمک گیره های اطراف تصویر میزان بزرگ نمایی و همچنین موقعیت مد نظر رو برای اون در داخل صفحه پیشنمایش تنظیم میکنیم. همینطوری که قابل مشاهده است هر چیزی که خارج از کادر پیشنمایش قرار بگیره در ویدئوی نهایی قابل رویت نخواهد بود ببینیم که فکوس هوشمند چطور کار میکنه و چه تغییراتی روی ویدئوی ما رخ داده دیدیم که فکوس به صورت خودکار از برنامه ماشین حساب به برنامه نوت‌پد صورت گرفت در صورتی که این انیمیشن ها هم نیاز به ویرایش داشته باشند کافیه که روی هر کدوم از اونها دابل کلیک بکنیم تا به تنظیمات اونها در بخش ویژوال پروپرتیز دسترسی پیدا کنیم به منظور حذف یک یا همه ی انیمیشن های موجود بر روی تایملاین بایستی روی یکی از اونها رایت کلیک کنیم تا منوی مربوطه باز بشه و سپس گزینه دلخواه رو انتخاب کنیم در صورتی که چندین کلیپ مجزا بر روی تایملاین داشته باشیم برای حذف انیمیشن ها به صورت جداگانه بایستی روی هر کدوم از اونها این کار رو انجام بدیم به منظور اضافه کردن انیمیشن های تصویری به صورت دستی ابتدا بایستی کلیپ یا مدیای مد نظر انتخاب شده باشه و محل پلی هم در موقعیت مطلوب قرار گرفته باشه در صورتی که هیچ مدیایی انتخاب نشده باشه و به منوی ویژوال پروپرتیس بریم پیغامی مبنی بر همین موضوع مشاهده میکنیم بنابراین به تایملاین برمیگردیم و مدیای مد نظر رو انتخاب میکنیم و کلید Add Animation رو میزنیم. در صورتی که تمایل به استفاده از کیبورد داشته باشید میتونید از شورتکات Z برای این منظور استفاده کنید. تأکید میکنم برای اضافه کردن انیمیشن به مدیا حتما بایستی درون تایملاین انتخاب شده باشه. در این حالت امکان تغییر سایز ویدیو و تنظیم موقعیت رو به شکل مد نظر خواهیم داشت. همچنین انجام تنظیمات فوق از طریق منوی زومن پن نیز امکان پذیره. هر چیزی که داخل مستطیل انتخابی سمت چپ قرار بگیره در این لحظه از ویدئوی نهایی ما قابل رویت خواهد بود. حالا دیگه تصمیم با شماست که از کدام یک از ابزارهایی که توضیح داده شد برای انجام عملیات زوم و پن استفاده کنید. از فکوس خودکار استفاده کنید یا به صورت دستی خودتون انیمیشن ایجاد کنید. مهم نیست که در زمان ضبط چقدر دقت کرده باشید که هیچ اشتباهی رخ نداده باشه به هر حال بعد از ضبط برای بهتر شدن نتیجه بایستی زمانی رو برای حذف بعضی از بخش های صدا یا تصویر اختصاص بدید در این بخش ما روی پروژه با یک ترک در حالتی که صدا و تصویر به یکدیگه چسبیدند کار خواهیم کرد به این مفهوم که در صورت حذف بخشی صدا و تصویر با هم حذف خواهد شد به منظور حذف بخشی از تایملاین ابتدا بایستی